هموطنان عزیز، با کمال خوشبختی امروز خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر حسن کیانزاد رو در برنامه امروز داریم، از پیشگامان نهاد مردمی که با تلفن در خدمتتون هستیم و شخصیت دیگری امروز در برنامه هستند، آقای دکتر نصرت واحدی. دکتر نصرت واحدی از دانشمندان ایرانی هستند که از دبیرستان البرز در ایران شروع کردند و نهایتاً به استادی دانشگاه مونیخ رسیدند، استاد دانشگاه فیزیک دانشگاه مونیخ. اینها فرزندان ایران زمین هستند. دکتر حسن کیانزاد به عنوان شخصیتی که طبیبی که از اون روز اولی که خودش رو شناخته با مبارزه با استبداد زندگیش رو ادامه داده تا امروز، و امروز یک یار دیگری رو دکتر حسن کیانزاد در برنامه امروز دعوت کردند، آقای دکتر نصرت واحدی. امروز با این دو نفر صحبت خواهیم کرد. هموطنان عزیز، اجازه بدید تا با آقای دکتر کیانزاد عزیز. درود بر شما، صدای منو میشنوین؟ بله، درود بر شما. دکتر کیانزاد عزیز، بسیار بسیار خوشوقت هستیم امروز در نهاد مردمی که شما که یکی از پیشگامان بسیار بسیار علاقمند به ایران و یکی از شخصیت‌هایی که در تاریخ ایران اسمتون ماندنی هست، در روزی که باید یادآوری بکنیم شهادت فروهرها رو، در برنامه امروز شرکت دارید. من به شما خیر مقدم میگم و تقاضا میکنم که برنامه رو شروع بفرمایید. من سپاسگزارم. درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی تلویزیون نهاد مردمی، و همچنین بسیار خوشحال هستم که دوست گرامی و سرور ارجمند جناب دکتر واحدی، کارشناس اتمی و فلسفه، امشب در این نشست حضور دارن. ایشون هم یک شخصیت اجتماعی و سیاسی و علمی جامعه ایران هستند که در این دهه‌های گذشته به ویژه با نوشتارهای بسیار در رابطه با مسائل گوناگون، باید بگوییم که در جبهه ایران دوستان و جبهه ضد استبداد حاکم هم برداشتند. بروی من فکر میکنم که امروز شاید مهمترین مسئله‌ای رو که مطرح میتونه باشه در جامعه ایران، این مسئله بحران اتمی است و آنچه را که بر روی در درون و برون هست، هر عزیزمون دربارش صحبت میکنن، یعنی احتمال یک حمله نظامی. و همین سبب من خواستم که به گونه پیش گفتار یه اشاره‌ای بر این مسئله ببرم که اصولا چون بارها تا وقتی که ما در این نشست های پارتاکی هستیم و میبینیم که درباره این مسائل صحبت میشه، ولی در مورد علت و سبب این که این بحران به وجود آمده کمتر گفته میشه. یک مسئله این است که به همین دلیلم هست که میگویند که جهان و آژانس بین‌المللی اتمی و یا آمریکا، اینها حق ملی ما رو، ملت ایران رو میخوان از دست بگیرن، در حالی که مسئله رو باید سریع و روشن ما بیان بدهیم. و اون این است که در سال 1957 آژانس بین‌المللی اتمی از سوی سازمان ملل متحد در واقع تأسیس شد و در رژیم گذشته در همان هنگام به عضویت این آژانس بین‌المللی در آمد. و بعد هم پس از این که جمهوری اسلامی، یعنی این حکومتگران روی کار آمدند، اینها هم این به صلاح قرارداد رو به رسمیت شناختند. اما به رسمیت شناختن یک چنین قراردادی معناش این است که استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی حق هر ملتی است، حق ملی هر ملتی است، و جهان هم پشتیبانی میکنه. ما فراموش نکنیم که این آژانس بین‌المللی نزدیک 2300 کارمند و کارشناس در واقع اتمی داره،
در بیش از 200 کشور فعالیت میکنن و فعالیت هم در این راستا که در واقع کمک بکنن چگونگی این که بتوان از این انرژی به گونه صلح آمیز استفاده کرد، که در این باره جناب دکتر وایدی عرض شود که بویژه در وجود آوردن راکتورهای اتمی که در زمان رژیم گذشته به وجود آمد میتوانند توضیحات بیشتری رو بدن. بنابراین آنچه که این رژیم زیر پا گذاشته، یعنی این امضای رو، این پذیرشی که خودش داشت، این است که نه مسئله استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی است با این غنی سازی هایی که در این 10 سال گذشته اینا به وجود آمدن، با این پنهانکاری ها، چون جزء قراردادم این است که بازرسان انرژی اتمی هر زمان می توانند به هنگام و یا نابه هنگام به هر کشوری بروند و ارشاد ببینند در رابطه با استفاده از این انرژی آیا به گونه سرمیزه و یا اینکه دارن کجراهه می رند. این حکومت در 8 تا 10 سال گذشته در واقع کجراهه رفته، یعنی اینکه به دنباله و این مسئله ایست که باید همیهران ما در درون و برون از ایران زمین بهش توجه بدارند. این حکومت شفاف و صریح به دنبال تولید تسلیحات اتمی است. اینو باید صریح گفت و به همین دلیل هم هست که جهان، یعنی نهادهای بین‌المللی در برابرش ایستادن، برای اینکه اینها این قراردادشون رو زیر پا گذاشتن، لگدمال کردند. بنابراین و سیاست مماشات و پنهانکاری رو در پیش گرفتن. این است که امروز این بحران به وجود آمده و در این زمان که این آقای یوک یا آمان و رئیس جدید انرژی اتمی با حکومت گران دوان آقای برادایی دیگه با مماشات در واقع کار نکرده، بلکه صریح و روشن آمده میگوید این وظیفه منه، گزارشی رو ارائه داده و در این گزارش صریح میگوید که این دولت و این حکومت در ایران به دنبال تولید ارز و تسلیحات اتمی است و باید بلاش گرفته بشه. و در این میان باید گفته بشه که حتی روسیه و چین هم حمایت کردند. بنابراین آنچه که امروز توی ما قرار داره، مسئله این بحران و حمله احتمالی، مسئله ایست که این حکومت در واقع به وجود آورده و ما ایرانیان باید ببینیم که در واقع صورت می توانیم جلوی چنین در واقع حمله نظامی رو گرفت، احتمالی نظامی رو گرفت، راه حل چگونه است؟ بله دکتر کیانزاد عزیز، اجازه بدید که از دکتر نصرت واحدی سوال بکنیم. که جناب واحدی، اولا درود بر شما. درود بر شما جناب آقای شاه و بخصوص درود به آقای دکتر کیانزاد دوست گرامی. جناب دکتر واحدی، به نظر شما که یکی از فیزیکدانان به نام و یکی از استادان دانشگاه مونیخ تشریف دارید، آیا به نظر شما حکومت اسلامی به دنبال تسلیحات اتمی است یا اینکه به دنبال استفاده درست از این انرژی؟ به نظر من در ابتدا هر دو بوده است، یعنی این رژیم آمده است و مسئله سازمان انرژی اتمی رو به ارث برده و این در واقع یک نوع ترفندی هست که زیر پوشش این انرژی اتمی میخواهد رژیم به سلاح‌های اتمی دست پیدا بکنه، نه به خاطر یه مسئله بسیار حساسی است، نه به خاطر اینکه فکر میکنه میتواند با کشورهای بزرگ نظیر روسیه یا امریکا یا کشورهای اروپایی در بیفته، نه خیر، به دلیل اینکه سپاه میخواهد یکی از قدرتمندترین عرض کنم که نیروی نظامی منطقه باشه و این اهمیت اساسی داره برای یک مملکتی که خودشون به هر حال اسلامی میدونه. و در این راه هم شما ملاحظه میکنه که تمام منابع مالی ایران در اختیار سپاه و سپاه هست که داره این سلاح اتمی رو تهیه میکنه و به نظر من تهیه هم خواهد کرد، چه بخواهیم چه نخواهیم، و در یک مرحله به یک مرحله رسیدن، نه خود اینها بلکه در حال حاضر بیش از 5000 نفر روسی و از کشورهای دیگر
از کره شمالی در ایران کار دارن میکنن و به نظر می آید که به این مسئله هم دست پیدا خواهند کرد. یه مقداری هم به هر حال کمک‌های خارجی در میان هست، به خصوص توجه بفرمایید که روسا بعد از 2300 سال آمدن در آبهای گرم خلیج فارس نشستن، خیلی هم ساده و خیلی هم راحت از این مسائل میتونن خوب استفاده بکنن، چرا نکنن؟ بنابراین ما در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار داریم. دکتر واحدی عزیز، این حرکت حکومت اسلامی آیا منفعتی برای ملت ایران داره و یا اینکه ممکنه منجر بشه به اینکه به فروپاشی خود مملکت ایران؟ شما نظرتون چیه؟ اولا مسئله انرژی اتمی که در رژیم گذشته را که بهش پیش شد و یکی از کشورهای بزرگ مثل کشور آلمان میخواست در ایران در بوشهر، اونم در یه منطقه بسیار بسیار زلزله‌خیز، یک راکتور بسیار بسیار ایمنی رو به وسیله زیمنز پیاده بکنه که نظیرش رو در بیبلیس شما اینجا ملاحظه میکنید، متاسفانه این کار صورت نگرفت. یک دلیل اساسیش این بود که این آقایون نمیخواستند که زیمنز یا کشورهای به هر حال این کشورهای اروپایی این کار رو بکنند، این رو میخواستند در اختیار روسیه قرار بدن. حزب توده واقعا این کار رو میخواست بکنه، به این دلیل آمدن و این کار رو موقع گذاشتن و قرارداد رو باطل کردن، برای اینکه بعد از چند سال دیگه مسئله رو به کشور شوروی بسپارن. خوشبختانه کشور شوروی با همه نیروی اتمی که داشت سرنگون شد. چرا؟ به دلیل اینکه مردم رو شما نمیتونید در قرن 21 در این وضع استبدادی که در کشور شوروی وجود داشت نگه دارید، و اونها آمدند و در نتیجه با این ترفند، با وجود اینکه جنگ‌های 8 ساله با عراق یه مقدار زیادی از راکتور بوشهر رو از بین برده بود، توجه بفرمایید چیزی که خدمتتون عرض می‌کنم واقعا عجیب و غریبه. اینها بیش از 70 میلیارد دلار پول خرج مسائل اتمی ایران کردن، این که خودشون میگن، و این 70 میلیارد دلار وحشتناکه. توجه بفرمایید با وجود اینکه از زمان از سال 1979 تا به حال هنوز این راکتور بوشهر به راه نیفتاده، چقدر ما پول خرج این یک دونه راکتور اتمی کردیم که میتونست واقعا کشور ایران رو به خصوص این جوانها رو برایشون یه آینده بسیار مطلوبی رو به بار بیاره. این کار رو نکردن، ولی اهمیت مسئله در این هست که کشور اسلامی، جمهوری اسلامی، به هر حال به دلیل پشتیبانی هایی که کشورهای چین و روسیه ازش میکنن، به این سادگی این موضع رو، این وضعیت رو ترک نمیکنه. از اینها به هر حال آمده هم و یک مقدار زیادی کار و پول صرف این وضعیت کردن، و شما مطمئن باشید به این سادگی این کار رو معوق نخواهند گذاشت. اگر شما بیایید و در این 33 سال گذشته این کارهایی که این رژیم کرده با رژیم هیتلری آلمان مقایسه بکنید، خواهید دید که این رژیم کپی هیتلر زمان هیتلره، با این تفاوت که هیتلر فقط ایدئولوژی نداشت، هیتلر فقط ایدئولوژی داشت، در صورتی که جمهوری اسلامی علاوه بر این که ایدئولوژی به اصطلاح دی داره، میخواهد اسلام را همه جا ببره، به دین هم متکی است، و این یکی از خطرناکترین وضعیتی که در دنیا و خصوص در تاریخ ایران سابقه نداره. هیتلر 5 مرحله رو پشت سر خودش گذاشته. مرحله اول اونجایی بوده است که آمده است بر قدرت، عرض کنم که صندلی قدرت نشسته. مرحله دوم از بین بردن تمام رقبای خودش بوده. ایران هم این کار کرده، هیچ رقیبی در ایران وجود نداره.
مرحله سوم ساختن یک کشور صنعتی بوده. این کار رو هم اینها کردن، متاسفانه به نتیجه نرسیده، بلکه به دلیل خاصی که اگر راجع بهش قرار شد صحبت کنیم صحبت میکنیم. مرحله چهارمش بالا بردن قدرت نظامی آلمان بوده است. اینها به شدت قدرت نظامی ایران را بالا بردن. 25 شهر در ایران وجود داره که مشکسازی صورت میگیره، 32 مرکز در ایران وجود داره که کارهای اتمی در اونجا انجام میگیره. بنابراین به این مرحله پنجمی رو که هیتلر به دنبال این چهار مرحله دنبال میکرد، گرفتن بازار یا سرزمین های کشورهای خارجی بوده. الان اینا در این مرحله رسیدن. اینها تجاوز یکی از مسائل مهمشونه، عراق، افغانستان، شما ملاحظه میکنید لبنان و غیره و غیره، اینا همه جزء برنامه مرحله پنجم هست که هیتلر نتونست به اتمام برسونه، ولی اینها دنبال میکنن. و با همه اینها من میخواهم جواب سوال شما رو به این شکل بدهم که مسئله اتمی و اتمی شدن ایران به هیچ وجه به نفع ملت ایران نیست، بلکه بالعکس ایران را هدف نظامی کشورهای اتمی که بسیار بسیار قوی تر از ایران هست خواهد کرد. و از همه مهمتر، ما تا به حال 1800 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز دادیم که در این 33 سال پود شده، عرض کنم که مثل دود رفته هوا. این 1800 میلیارد دلار میتونست برای ملت فقیر ایران که در دهاتش واقعا فقر از در دیوار بالا میره، میتونست به شدت آینده ساز باشه که این کار رو اینها نتونستن به کار ببرن، انجام بدن و ما در حال حاضر در یه همچین وضعیت بسیار بحرانی قرار داریم. تشکر میکنم به جناب دکتر واحدی. دکتر کیانزاد عزیز، در این زمینه من فکر میکنم که دکتر واحدی نهایتاً فرمودند که نه فقط اون چرا که حکومت اسلامی با این مخارج بسیار زیاد و هزینه هایی که همش به دوش ملت ایران بوده، نه فقط منفعتی برای مردم ایران نداشته، بلکه امروز خطر بسیار بسیار بزرگی برای ملت ایران و کشور ایران همراه داره. تقاضا میکنم شما نظرتون بفرمایید. شک نیست آنچه که جناب دکتر واحدی بهش اشاره بردند من تایید میکنم. از دید سیاست ملی که دفاع از منافع و مصالح مردم ایران هست، کشور ما هست در جهان، باید گفت سیاست خارجی این حکومت برشکسته است. ما در رابطه با تمام مسائلی که در این 32 سال انجام گرفته، شما در رابطه با دریای مازندران 50% از سهم ایران تبلیغ کردن به 13%، و بسیاری از برنامه های دیگری که این حکومت داشت، مسئله اتمی شدن، مسئله دستیابی به تسلیحات اتمی موجب این خواهد شد که در منطقه، در واقع دیگر کشورها، یعنی شما توجه به این مسئله بداریم که همین افشای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا. بله. خب عربستان سعودی سریع و روشن گفت که اگر درگیری پیش بیاد جمهوری اسلامی فکر نکنه که ما دارای قدرت نیستیم، بلکه ما هم هستیم. نه. و ما دخالت میکنیم. وقتی که ایران دست بیابد به تسلیحات اتمی، ترکیه بیکار نمیشینه. شما الان به نظر بگیرید ببینید آقای اردوغان در ترکیه اصلا نه تنها در منطقه بلکه در کشور عربی هر جمعیر ده ها هزار نفر برایش کف میزن. یعنی اون سیاست به اصطلاح آنچنانی دوران امپراتوری عثمانی رو ایشون به گونه دیگه داره امروز جا میندازه. و اون وقت این حکومت در واقع با این حادثه آفرینی ها، با این تنش آفرینی هایی در این 32 سال گذشته داشته و به ویژه دستیابی به تسلیحات اتمی، این شکی نیست منطقه اتمی خواهد شد. ترکیه صاحب آرام نمیشین، عربستان سعودی میلیاردها ثروت دارن، آرام نمی نشینند. بنابراین اتمی شدن ایران که من هنوز امید بر این دارم که و امکاناتی وجود داره،
ابزار کار وجود داره که جلو اینها رو بگیرند. تا به حال یک سیاست ماشات، یعنی باید گفت اتحادیه اروپا و غرب و سازمان ملل متحد، شما در نظر بگیرید که آقای البرادایی مماشات به کار بود. برای نخستین بار این آقای یوکشیا آمانو رئیس جدید انرژی اتمیست که آمد تاریخ و روشن مسائل رو مطرح کرد. بله. این است که راه حل این نیست. من اشاره به این مسئله برم برای که بسیار بسیار از دید سیاست ملی مهمه. ما در خارج ببینیم کسانی آمدند و مطرح میکنند این پرسش رو که بسیار پرسش حقیرانه و فرصت طلبانه است. از ایرانی، از ایرانیان میپرسند حقه نظامی بله یا نه. یعنی چی؟ یعنی یک ایرانی بیاید بگوید حمله بکنید، برای اینکه ما بتوانیم در واقع این حکومت، این حکومت در واقع فقط ملت ایران، مردم ایران، تاها حمایت و پشتیبانی رو که ما از غرب و به ویژه از اتحاد اروپا میخواییم این است که در واقع پشتیبانی ظریف و روشن از نهادهای در واقع حقوق بشری، از نهادهایی که سازمان ها و گروه ها زنان بسیاری مسائل دیده است. باید اینا به حال انجام ندادن، همونطور که در اوکراین انجام دادن، همونطور که دارن میکنن در تونس در واقع انجام دادن. اینها مسائلی است که ما میباید توجه بداریم. جناب دکتر کیانزاد، ما امروز با مسئله‌ای که روبرو هستیم، مسئله بعد از جمهوری اسلامی است. اونچه که مسلمه جهان اجازه نخواهد داد، اونچه که ما داریم می‌بینیم، جهان اجازه نمیده که حکومت اسلامی دارای قدرت اتمی بشه. حالا اینجور که دکتر واحدی فرمودن، حکومت اسلامی هم اصرار داره به این که حتما اتمی بشه. کشورهای روسیه و چین هم به دنبال این هستن که با توجه به منافعی که در این قضیه دارن کمک حکومت اسلامی بکنن برای انجام این کار. اما از اونجایی که حکومت اسلامی در دل ملت ایران جایی نداره و به هیچ وجه حکومت منتخب ملت ایران نبوده و نیست، باید ما برای بعد از سقوط حکومت اسلامی که الان شما ببینید با توجه به اونچه که در زمینه تحریم نفت داره پیش میاد، در زمینه تحریم اقتصادی ایران هست، داره گلوگاه رژیم رو میگیره، یعنی رژیم در یه جای دیگه داره فقط دست و پا میزنه. امروز وضعیت اقتصادی ایران بسیار 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 اسفناکه و فردا و فرداهای بسیار زوده، هفته های آینده، بسیار اسفناکتر از این خواهد شد. ملت ایران برای این که بتوانه از این فرصت با کمترین صدمه از زیر یوغ حکومت اسلامی در بیاد چه باید بکنه؟ حالا نمیدونم دکتر واحدی عزیز میخوان جواب این سوال رو بدن اول و بعد دکتر کیانزاد عزیز. حالا جناب دکتر واحدی بفرمایید. خواهش میکنم دکتر واحدی. عرض کنم که پرسش بسیار بسیار مهم است که جناب واحدی فرمودید. آقای دکتر شاه‌ولایتی، این پرسش رو بایستی که در عرض کنم به صورت چی بگم، همه جا مسئله رو باید به طور کلی بهش نگاه کرد. کلیسموس الان مورد پرسشه. شما باید تمام جوانب رو در نظر بگیرید و بعد بتونیم به این مسئله پاسخ بدیم. اولین مسئله که مورد توجه من هست ساختارهایی است که ما لازم داریم برای اینکه در ایران بعد از سقوط یک حکومت مردم سالار به وجود بیاریم. این ساختارها در حال حاضر در ایران اصلا وجود ندارند. این یکی از بزرگترین مشکلات ماست که اپوزیسیون بعد از 33 سال متاسفانه به دلیل اینکه تمام آلترناتیوها رو، تمام رهبران سیاسی رو، تمام اصلا رقبا رو حکومت جمهوری اسلامی از بین داخل ایران داورده که همراهش بحران فرهنگی است. مسئله دوم عبارت از شرایط جهانی هست. شرایط جهانی به شدت بحرانی هست. وضعیت جوانان در تمام کشورهای دنیا بسیار وخیمه. مسئله مفهوم کار معنیش عوض شده. مثل سابق دیگه این کار معنی قبلی رو نداره. در همین آلمان که یکی از بهترین کشورهای دنیا هست، در حال حاضر جوانها، بسیاری از جوانها بیکارن. جامعه شکلش عوض شده.
جامعه به جای صنعت جامعه صنعتی سابق تبدیل شده به جامعه ای که در حال حاضر در واقع سرویس میده، خدماتی شده است. مرحله بعد مسئله اقتصادی هست، مسئله بحران مالی هست. مسئله این هست که در دنیا ما منابع به هر حال زیر زمینی که نفر میرسه معلوم نیست. این بحران یکی بعد از دیگری داره پیش میاد. از همه مهمتر بحران طبیعت هست، بحران آب و هوا هست، تشعشعات اتمی به ایران نگاه بکنیم، چه بسا این ایرانی که شما داریم نگاه میکنیم با قربانی بحرانهایی باشه که الان خدمتتون مثال زدم. ما یک وظیفه بسیار بزرگ داریم، به خصوص ما که به هر حال ایرانی هستیم و به میهن خودمون مهر میبرزیم. یک اصل اساسی رو باید دنبال بکنیم و سعی بکنیم از این کشوری که لااقل 2500 تا 3000 سال عرض کنم که تمدن داره، تاریخ داره، این از بین نره. به این دلیل بنده اولین قدمی رو که باید ما برداریم به نظر من این هست که اعتماد مردم رو جلب کنیم. ما تو این 33 سال سعی نکردیم مردم رو بهشون اعتماد اطمینان بدیم. این یکی از وظایف بسیار مهمی است که ما در بایستی که بهش توجه بکنیم. حرفی نزنیم که مردم بگویند که اینها حرف مفته، اینا به درد نمیخوره. حرفای ما بایستی سنگین باشه، قابل اجرا باشه، به هر حال ضمانت اجرایی داشته باشه. که از همه مهمتر ما بایستی در این وضعیت به دلیل اینکه در خارج از مملکت، در داخل از مملکت ساختارهای لازم برای دموکراسی برای مردم سالم وجود نداره، اینجا شروع بکنیم به ساختن یه همچین وضعیتی که بزرگترین مسئله که در حال حاضر من بهش توجه میکنم و متاسفانه چه در داخل و چه در خارج بهش کسی توجه نمیکنه، مسئله رسپکت، مسئله احترام متقابل به هم. شما هر کجا میرید این احترام متقابل وجود نداره. ما بدون احترام متقابل، بدون مشارکت با همدیگر به هیچ فرد این حکومت رو نمیتونیم زمین بزنیم. من پیشنهاد من اینه جمع بشیم بر اساس فقط احترام متقابل و مشارکت سعی بکنیم پیوند خودمون رو با کشور به وسیله به طور کلی روابطی که اینترنت در اختیار ما میذاره، لوازم مدرن مبارزه، این حکومت رو سرنگون بکنیم. تشکر. این کار عملی است. تشکر میکنم. حتما شما دکتر نصرت واحدی عزیز میدونید که نهاد مردمی از روز اول تشکیلش، که خود دکتر حسن کیانزاد یکی از بنیانگذاران نهاد مردمی هستند، هدفش در همین مسیر با یک هدف و پنج اصل در نهایت رعایت احترام بود. و جناب دکتر کیانزاد، تقاضا میکنم شما در زمینه فرمایشات آقای دکتر نصرت واحدی بفرمایید. خب ایشون در واقع خیلی تفصیل این مسائل پرداختند، دقیقا روشنه. این که در این 32 سال گذشته این که هنوز این حاکمیت ستمگر و باید اشاره کرد و این اشاره رو من همیشه میکنم، این حاکمیت ستمگر و غارتگر و مافیایی، شما الان این اختلاس هایی که انجام گرفت 3000 میلیاردی که 10 نماینده مجلس، خیلی آدمای دیگه هم از خودشون در دخالت دارن، مملکت رو چاپیدن در واقع برای چی؟ برای اینکه اینها بیدادگرانی هستند، یک فامیل هم، یک فرقه حکومتی است. بنابراین تا هنگامی که نیروی جانشین که اداره مهم دکتر واحدی به این مسئله که میگوید اعتماد مردم ما باید جلب بکنیم و بعد
من فکر میکنم که چاره دیگری ما نداریم. ما بایستی که در راه در واقع رسیدن به یک محور مشترک، اتحاد عمل سیاسی و همبستگی و هماهنگی روی نیروهای سیاسی گام برداریم. و خوشبختانه بایستی گفته بشه که در این جهت، در این یک سال گذشته، ببینید در ماهای گذشته کام‌های ارزنده برداشته شده. من خیلی صریح و روشن باید بگم که دوستانی رو که در نهاد مردمی که کم هم نیستند، عرض شود که کار میکنیم، ما هاست با هم کار میکنیم، میدانیم که در واقع به آنچه که میگویند ببی که اصول دموکراتی رو در رفتار و کردار و گفت و شنود هایی که دارن به کار میبندند و بعد هم خیلی باز و روشن با اصولی رو که به عنوان ساختار تا به اون ارائه دادند، این آبادی رو دارن که دست هر ایرانی رو، هر گروهی رو بیایند. و بعد هم عرض شود که اگر بگوییم که راحل های دیگری رو بهتری دارند ارائه بدن. و همین دلیل است که من از شخصیت های مثل جناب دکتر واحدی بسیار دیگر دعوت بکنم که توجه به این بریج کنش های نهاد داشته باشند. و من امیدوار هستم که توانیم در آینده بریج در از مقام بگوییم دانش علمی که اون بهره بیشتری رو ببریم. خیلی سپاسگزارتون هستم جناب دکتر کیانزاد عزیز. آقای دکتر واحدی عزیز، یک دقیقه فرصت داریم که شما اگر که جمع‌بندی میخواید بفرمایید در فرمایشاتتون، و در این حال دکتر کیانزاد از شما رسما دعوت کردند که به نهاد نگاه بکنید بیشتر و ببینید که اگر علاقمند هستید جزو شخصیت هایی باشید که 1866 نفر تا امروز از ایرانیان در سراسر جهان به کمک نهاد آمدن تا با هم دیگه دستامون رو در دست هم دیگه بگذاریم، دلهامون رو به هم گره بزنیم و استبداد رو ریشه‌کن کنیم و به امید این که بتوانیم ایرانی آزاد و آباد داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنم جناب دکتر شاه ولایتی. بنده 100% برای هر کوششی آمادگی دارم، مسئله نیست. مسئله روش کاری است که ما باید به کار ببریم و این روش رو بنده پیشنهاد میکنم. ببینید 33 سال از این مبارزات ما میگذره و در این 33 سال کوشش هایی که کردیم به هیچ وجه من بهش پوان مثبت نمیدم. با ما سال خدمتتون عرض میکنم که ما در تمام این 33 سال نیامدیم یک بار بحث بکنیم آقا این مردم سالاری که در اروپا و امریکا مد شده چه معایبی داره؟ اگر ما معایب یک سیستم رو نشناسیم چطور میخواییم ازش کپی بکنیم؟ ما اگر توجه داشت بکنیم که همین کلمه سکولار، میدونید کلمه سکولار در سال 1535 در اروپا ذکر شده، باهاش مبارزه صورت گرفته، معنی داره. این معنی رو ما برای مردم بایستی باز بکنیم. سکولار جنبه مسیحیت رو همراه خودش داره. ما باید اینو باز بکنیم، بیاریم روی صحنه سیاسی مملکت خودمون. چرا ما میخوانیم دست استبداد دینی از جامعه کوتاه بشه؟ اینا مسائلی است که ما بحث نکردیم، فقط همینطور بزرگ گفتیم به صورت یک مفهوم، و این مفهوم یک علامت سؤال روش است. بنده خواهش میکنم در تمام این دورانی که الان شما شروع کردید لااقل سعی بشود مفاهیم رو باز بکنیم، مردم بفهمن ما چی میگوییم. مادام اینکه این رو مردم ندونن، ما سخن مردم رو نگفتیم. تشکر میکنم. حتما اولا که جناب واحدی عزیز، من فقط توضیح بدم در اینجا که در برنامه های نهاد مردمی در طی این مدت
ما سعی کردیم که متخصصین مختلف رو دعوت بکنیم و این واژه هایی رو که به خصوص شما میفرمایید، واژه دموکراسی، واژه سکولاریسم، واژه مردم سالاری، اینها رو سعی بکنیم که باز بکنیم و برای هموطنان عزیزمون به زبان خودمون گفته بشه که ما هم همه متوجهش بشیم. ولی فرمایش شما حتما باز هم در این زمینه ها ما ادامه خواهیم داد. شما به برنامه های نهاد مردمی توجه بیشتر و عنایتی اگه بیشتری بفرمایید، میبینید که ما در برنامه های آینده مثل برنامه های گذشته دنبال این قضایا رو خواهیم گرفت. دکتر کیانزاد عزیز، آخرین کلام رو بفرمایید، چون مثل اینکه وقت ما داره تموم میشه. بله، به هر حال من سپاسگزار هستم پیش از مهر جناب عالی و همچنین دکتر واحدی عزیز که امشب در این برنامه با هم بودیم، و امید بزرگ این است که ما بتوانیم رژیم رو وادار به تسلیم بکنیم، رژیم پشت دیوار قرار بره و در واقع جهان رو با این بحران هر روز با تحریکات نوین میخواد به اون سو ببره. و ما به این مسئله هم من فکر میکنم باید توجه داشته باشیم که نظر من بر این است که حاکمیت با این تحریکاتش احیانا حتی دلشان میخواد که یک حمله نظامی به گونه‌ای که بگوییم که احیانا یه حمله انجام بگیره، مثلا در نطنز یا در جایی یک ویرانگری به وجود بیاد، بتواند بر شدت ستمگریش استبداد حاکم بیفزاید. بله. و ماندن خودش رو دراز مدت تر بکنه. بنابراین ما میبایدی که از تمام نیروهای درون و برون اپوزیسیون ضد استبداد حاکم کمک بگیریم و همچنین جهان رو، جهان آزاد رو، نهادهای بین‌المللی رو توجه به این بدیم که از جنبش آزادی خانه مردم ایران بر ضد استبداد حاکم پشتیبانی صریح و شفاف بکنند، تا اینکه ملت ما هم به مانند به هر حال می‌بینیم در تونس و در دیگر کشورها در منطقه کم کم گام‌هایی رو در راستای رسیدن به اشکواد که آزادی و حقوق مدنی خودشون برداشتند. سپاسگزارتون هستم دکتر کیانزاد عزیز. دکتر نصرت واحدی عزیز، بسیار از مهر هر دو شما شخصیت‌های بسیار ارزنده سپاسگزاری می‌کنم که در برنامه امروز نهاد مردمی شرکت کردید، و از حضور هر دو نفر شما دعوت می‌کنم که در برنامه‌های آینده باز هم این افتخار رو به ما بدید. تشکر می‌کنم جناب آقای دکتر شاه ولایتی و بسیار بسیار ممنون هستم. درود به شما و درود به جناب دکتر کیانزاد و درود به ملت ایران. تشکر میکنم بله، و من هم تکرار میکنم و با پاینده ایران. تشکر میکنم از حضور هر دو نفر شما. با کمترین صدمه ما استبداد رو ریشه‌کن خواهیم کرد. ما ایرانمون رو پس خواهیم گرفت. پاینده باد ایران. زنده باد آزادی. سرفراز باد ملت همیشه سرفراز ایران. پاینده ایران با